تو این ویدیو میخوام یکی از پرطرفدارترین طوطی‌های سخنگوی دنیا رو بهتون معرفی کنم که مطمئنم از دیدن هوش و استعداد این پرنده تعجب میکنه. این طوطی نژادی نیست جز عروس هلندی. سلام همه ی رکسفنیا، من رکسر هستم و توی این ویدیو میخوام درباره قیمت، نگهداری، خلق و خو و خصوصیات رفتاری و ظاهری عروس هلندی اطلاعات بیشتری بهتون بدم. فقط قبل از شروع ویدیو ازتون میخوام به پاس زحماتی که برای این ویدیو کشیده شده همین الان لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگرم دارید از اینستاگرام این پست رو میبینید حتما ذخیره کنید، چون اگه یه روزی خواستید از عروس هلندی نگهداری کنید این ویدیو میتونه به شدت کمکتون کنه. پس حاشیه نمیرم، بریم سراغ معرفی. کوکاتیل یا همون عروس هلندی جزء پرنده‌های بومی استرالیا است. دلیل اینکه بهش عروس هلندی میگن به خاطر اینه که این پرنده‌ها اولین بار توسط دریانوردان هلندی به تمام نقاط جهان فرستاده شد. عروس هلندی پرطرفدارترین طوطی سخنگو در آمریکاست. دلیلش هم اینه که این پرنده‌ها هم زیبا و باهوش هستند و هم بسیار اجتماعی و حتی گاهی بغلی. خیلی زود و راحت با آدم‌ها اخت میشن و حرف زدن رو یاد میگیرن. البته باید بدونید که این پرنده‌ها در سود زدن هم مهارت زیادی دارند و اگه تصمیم نگهداری از این طوطی رو دارید بهتره بدونید گوش دادن به کلی سر و صدا و سوت در انتظارتونه. عروس هلندی معمولا با یکی از اعضای خانواده صمیمی میشه و اگه از سن کم عروس هلندی رو اجتماعی کنید و به انسانها عادت بدید در بزرگسالی پرنده های خوش رفتار، با نمک و آروم خواهند بود. رنگ اصلی این پرنده در طبیعت خاکستریه، اما در حال حاضر به لطف پرورش دهندگان عروس هلندی ها رو در رنگ های سفید، زرد، کرم و قهوه‌ای میتونید پیدا کنید. حالا بریم سر اصل مطلب، یعنی قیمت این نژاد. ببینید این نژاد قیمت ثابتی نداره، اما در حال حاضر از 700 تا 2,500,000 تومان به فروش میرسه. عروس هلندی گونه های مختلفی داره که پرطرفدارترین اونها لوتینو و گلباقالیه. نکته جالبی که در مورد عروس هلندی ها وجود داره اینه که جنس نر استعداد بیشتری در حرف زدن، آواز خوندن و رقصیدن داره، چون در طبیعت این کارها رو برای جذب پرنده های ماده انجام میده. پس اگه پرنده ای دارید که خیلی سر و صدا میکنه و دائما در حال سود زدن و همیشه سعی در جلب توجه داره، احتمال زیاده که جنسیتش نر باشه، چون عروس هلندی ماده خیلی آرومه و علاقه زیادی به خودنمایی نداره. حالا اگه قصد جدی برای نگهداری از عروس هلندی رو دارید، لازمه 3 مورد رو رعایت بکنید: دادن غذای مناسب، فراهم کردن محیط بی خطر و در آخر معاشرت با پرنده به اندازه کافیه. ببینید این موضوع خیلی مهمه، چون عروس هلندی ها پرنده های اجتماعی و باهوش هستند و دوست دارن با صاحبشون و اعضای خانواده تعامل داشته باشن و وقت بگذرونن. اگه عروس هلندی دارید یا قراره در آینده داشته باشید، بهتره بدونید که روزانه باید باهاش 40 دقیقه تا 1 ساعت وقت بگذرونید. اگه این کارو انجام ندید و عروس هلندیتون تمام مدت روز رو بیکار یا تنها باشه، دچار کلی مشکلات رفتاری مثل افسردگی یا پرخاشگری میشه. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که عروس هلندی ها از چه زمانی میتونن حرف زدن رو یاد بگیرن؟ ببینید عروس هلندی ها میتونن حتی قبل از 2 ماهگی حرف زدن رو یاد بگیرن و کلمات رو تکرار کنن، اما این موضوع به اعتماد پرنده، زمان و تمرین کافی شما و سلامت پرنده بستگی داره. هر چی میزان علاقه و اعتماد پرنده به شما بیشتر باشه، زودتر شروع به حرف زدن و تقلید صداتون میکنه. از سمتی هم هر چی بیشتر براش زمان بذارید و باهاش تمرین کنید، پرندهتون هم خوشحالتر میشه و هم خیلی سریعتر حرف زدن رو یاد میگیره. دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام نظرتون رو درباره عروس هلندی برام بنویسید و توی کامنت بگید ویدیوی بعدی در مورد چه پرنده‌ای باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و همین دیگه، دمتون گرم، خیلی مخلصم.